ماهور. به عتیق فروشی که میرسیم جای پارک نیست. به سامان میگم یه جایی همون اطراف توی ماشین منتظر بمونه تا برگردم، اما اون مثل همیشه توی توقف ممنوع پارک میکنه و با هم میاد. مغازه‌دار یه آقای بی‌حوصله است که کاری به کارمون نداره. یه قلمدون آنتیک توجه رو جلب میکنه. به سامان نشونش میدم و میگم چطوره؟ نیم نگاهی به قلمدون میندازه، بعد یه مجسمه سنگی رو نشونم میده. این چطوره؟ مجسمه واقعا معرکه است، اما چون بی‌اعتنایی‌اش به قلمدون تو ذوقم زده چیزی نمیدم. معرکه است؟ دارم مقاومتم از دست میدم، به خودم مسلط میشم و میام منبن کنان چیزی بگم که مجسمه رو میگیره جلوی چشم. چی میبینی؟ مجسمه شبیه هیچ موجودی که تا به حال دیده باشم نیست، اما نباید کم بیارم. میگم ریخت اسطوره‌ای عجیبی داره. این قرار بوده یه اسب باشه، اما یه گور. مجسمه رو از دستش میگیرم و توش نه اس میبینم نه گور. دست و پا نداره. روی کتفش دوتا برآمدگی دیده میشه که مثل دوتا بال در نیومده است. گردن درازش به یه سر کوچولوی گرد میرسه که فقط یه دهن باز بزرگه. سامان انگشتش رو میذاره تو دهن مجسمه، من نوک سینه‌هاشو که مثل دوتا چشم روشن برق میزنن لمس. فروشنده میاد طرفمونو با تعجب بهمون نگاه میکنه.